بسم الله الرحمن الرحیم جناب رئیس جلسه اشراق کنندگان محترم خانم ها و آقایان السلام علیکم رحمت الله و برکاته بسیار خوشحالم که با شما صحبت می‌نمایم و آرزو دارم که همه ایتان صحت داشته باشید نخست به نمایندگی از مردم افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود را به تمام کشورهای دنیا که شهروندانشان از اثر بیماری کووید 19 جانشان را دست دادن ابراز می‌دارم جناب رئیس اشراق کنندگان محترم علاوه بر این که از اثر شیوه ویروس کرونا صدها انسان جانهایشان را از دست دادن گسترش این ویروس فقر بیکاری را بخصوص در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته افزوده میلیونها انسان از لحاظ روحی و روانی متاثر ساخته تجارت بین المللی و اقتصاد دنیا آسیب زده است و از طرف دیگر ناامنیها تهدید توریسم بین المللی یک جا با خطرات ناشی از خشکسالیها نیز نگران کننده میباشد با وجودی که بشر قادر شد که واکسین ضد کرونا را بسازد اما تهدیدات این ویروس مهلک در اکثر نقاط دنیا از بین نرفته است ما به این باوریم که در جهان امروز هیچ کس از شر ویروس کرونا مسئول نخواهد بود مگر اینکه همه مسئول باشند بنان در قسمت توزیع واکسین کرونا نباید تبعیض در نظر گرفته شود این واکسین باید به طور عادلانه مساویانه و با در نظر داشت نیازهای مبرم و آسیب پذیری های جامعه بعد از قرار گیرد جناب رئیس خانم ها و آقایان برای مقابله با ویروس کرونا نقاط ضعیف جایز اهمیت است روابط بین پارلمانی باید بیشتر از گذشته تقویت شود گروپ های دوستی بین پارلمانی فعالتر در مبارزه با کرونا حرکت نماید آگاهی و دانش عمومی نسبت به خطر ناشی از کرونا افزایش یابد پارلمان ها بر نمایندگی از ملت هایشان باید در رابطه با مسائل مربوط به کرونا تبادل دانش و معلومات نمایند پارلمان ها باید قوانین حفاظتی و پلیسی های مشورتی تدوین و تصویب نمایند. در اخیر من به عنوان رئیس پارلمان افغانستان برای هر گونه همکاری در جهت مبارزه با شیوه کنترل ویروس کرونا آماده بوده و از انتقال دانش و تجربه پارلمان های دوست استقبال می نمایم. تشکر از توجه شما.